خدایا خدایا لا یعلم خدایا این چه خوابی بود من دیدم خدایا دسته در نکن خدایا اشتا سکته میکرد خدایا دکتر دکتر چرا نمیاری آخه خدایا همه گناه هم ببخش خدایا من دیگه غلط بکنم اگه همون من دیگه اون کارو نمی کنم الو آیا دکتر سلام خوبین آقا تشریف نمیارین شما منزل ما آه میرسین بله شش بفرمایید قد نه قدم تو سر چش ترس که نه والا من دیگه کم تنها باشم دلم میگیره میدونین مهدی نیست بله بله هستیم در خدمتتون مخلصی مخلصی مخلص. چرا در و دیوار صدا میده اصلا من چرا تو خونم من چرا تو خونم قدیم گفتن تنها یه جا باشی نفر دوم حتما شیطونه ما بریم دم در استقبال ویتامین دی هم میگیریم حله ایشون یه مهندسه از این مهندسایی که مهندسی با کلاس هم خونده به این میگن مهندسی تکنولوژیکی تکنولوژی البته علاقه ایشون فیلم سازی بوده و رفته تحصیلات عالیه سینما رو هم انجام داده او شعر هم گفته و جاتون خالی روزنامه نگاری هم کرده ما در این روزنامه در قاموس این روزنامه خبرسازی و شایعه سازی نداریم اصلا های قاموس که بگفته یه چی بید ایشون حتی تصویر بردار و عکاس هم بوده ای بابا دیگه نگم براتون که او تقریبا همه ایران هم گشته و خیلی هم اهل مسافرت بوده اما کار اصلی او چیز دیگریست او مجری تخصصی تلویزیون است کار در واقع فاطمه خلیلی خیلی ارزشمنده هم به او شخصا تبریک میگیم هم یه خدا قوت و خسته نباشید هم به برای بچه های تیم ملی والیبال زنان هندبال کشور عزیزمون بفرمایید زنده باشین بفرمایید خیلی خوش اومدین خواهش میکنم بفرمایید سلامت باشین زنده باشین بفرمایید این صندلی از آن شما صابخونه اول بفرمایید بفرمایید نه من بعد از صابخونه خواهش میکنم زنده باشین بفرمایید بفرمایید سلامت باشین خیلی خوش اومدین به خوشی شما شما خوبی منور فرمودین سلامت باشید زنده باشید شما خوبی سلامتی سلامتی شما عالم همه خبره دیگه عالم همه خبره عالم همه خبره بله خبراش هم پیش شما نه آقا ما هم که جزو بیخبرانیم ته صفحه بیخبران اختیار داریم آقا ماشاءالله به این صدا بزنم به تخته که زنده باشین سلامت باشید خیلی صدای عالیه ناقابل آقا مخلصیم دکتر جان ما اسم زیبای شما رو در گوگل جستجو کردیم زنده باشین ببینیم که مردم چه چیزی جستجو کردن برای شما البته که خیلی طولانی بود دیگه ما 4 تاشو انتخاب کردیم امیدوارم که وقتتون رو تلف نکرده باشین نه بابا اختیار داریم شروع کنیم در خدمت چی بوده؟ خدمت از ماست بسم الله عباس موضوع مجری زندگی پس از زندگی مثل سادش کنیم ترشی دقیقا بله ترشیه زیر این اجرایی که شما می‌بینید ترشی زیر حدوداً 30 سال است. ماشاءالله. آره 30 سال است منهای 27 سال مثلا آره کار کرده نظری و تدریس و تدقیق و فکر رو و بعد حالا 3 سال داره اجراش می‌کنه. خیلی عالی. آقا اینجوری که فعل سوم شخص به کار می‌برین میشه مثل سوالای خودتون. عباس موزون مجری، عباس موزون زندگی پس آره، زندگی. از بیرون نگاه میکنم. از بیرون خب تو برنامه اینجوریه وقتی ما صحبت میکنیم من میگم مجری این کارو میکنه، مهمون اینو میگه، تصویربردار این کارو میکنه. دقیقاً. یعنی باید بیایم بیرون که بتونیم در موردش صحبت کنیم. چقدر جالبه آره، نگاهتون به. از بیرون اگه نگاه کنی به خودت، از بیرون قضاوت کنی، زندگی پس از زندگی با یک چنین قضاوت‌ها یعنی از داوری سخت و سنگین نسبت به موضوعات شکل میگیره. و موضوع رو کاملا علمی پژوهشی بدون احساس و به دنبال اثبات اگه میخوای اثبات کنی اگه میخوای محقق باشی باید پا روی احساس و دل خودت بذاری تجربه گر میاد دلتو میبره اون تجربه‌ای که میگه خودتو همکارا همه باش اصلا میخندید و گریه میکنید و دل میدید به اون دل میسپرید به اون تجربه آره اما بعد میبینم اون اسناد کافی نیست دلم گواهی میده درسته
ولی سندا نیست، من نمیتونم کاری بکنم. یعنی دکتر تا الان خب برنامه‌سازی خیلی هزینه داره، خیلی زمان بره، مخصوصا برنامه‌ای مثل برنامه شما که پژوهش همراهشه، چند ماه قبل روی سوژه کار میکنین، شده تا حالا مثلا برین سراغ ضبط و اینو بعد یهو واسش بگین این دروغ، نمیگم دروغ، درست نیست، صحیح نیست، بذاریمش کنار؟ کم نه، چند تا بوده؟ خیلی بوده؟ کم نه. اونایی که تو مصاحبه رد میشه تجربه، نه که تجربه اشتباهه، نه خوب. اسناد کافی نیست. از بین چند صد نفر یه نفر، از بین ده ها نفر یه نفر، از بین صد ها نفر یه نفر، به قول معروف غربال انجام میشه. دقیقاً غربالگری سنگینه. این تو بحث مصاحبه است، ولی مرحله بعدم داریم. حالا میریم تحقیقات میدانی یه بار دیگه اونجوری باید ببینیم. توی میدان باز میبینیم که بعضی از موارد رد میشه، بعد میریم واسه تصویربرداری اول، اونجا تو اون مرحله باز هست، ولی هرچی میریم جلوتر دیگه ریزش ها کمتره، چون هی داره دقیق تر میشه. ایده از کجا اومد؟ ایده از غربترین نقطه عالم، از امریکا. یه امریکایی خب برمیخوره به اینکه که دکترای روان شناسی داره، دکترای زبان شناسی داره، دکترای پزشکی هم داره، سه تا مدرک دکترا خب. دانشگاه سیار خود اینا داره. دکتر ریموند مودی متوجه میشه که یه آدمای از کما برگشته چیزای مشابه دارن میگن. مگه میشه؟ چرا؟ بچه اشتراک زیادی با هم داره. آره، توهم که مشترکات نمیتونه داشته باشه. بیشتر بررسی میکنه، حدود 50 سال پیش متوجه میشه که بله یه اتفاقی بیرون از بدن داره رقم میخوره. و قضیه رو میاد علمی ترش میکنه، موارد بیشتری چند صد نفر رو طی چند سال بررسی میکنه و حدود 50 سال پیش کتاب و مستند در این مورد کار میکنه و حدود 25 سال پیش من برخوردم به تحقیقات ایشون. اون موقع حدود من 24 ساله بودم، برخوردیم و علاقمند شدم و چون از 16 سالگی تئاتر رو، بعدم از حدود 18 سالگی سینمای جوان و اینها فعال بودم، ادبیات و برنامه سازی و بعدم که کارشناسی کارگردانی سینما داشتم و اینها، همیشه این رو داشتیم که بسازینش، ساخته بشه. و میدونستم که چقدر خلأها داشته این آقای دکتر مودی در رسانه‌ای کردن این مسئله، در بحث رسانه‌ای کردن چقدر جای کار داره و همیشه تو ذهنم به این میپرداختم. تا بعد از سالها زندگی رسیدیم به زندگی پس از زندگی. تجربه های نزدیک به مرگ پرواز رویاگون قوه تخیل آدم ها نیست. مشترکات فراوانی بین این تجربه ها وجود داره و کلی آدم خارجکی هم این تجارب رو داشتن. آدم خارجکی یکم ارنست همینگوی. همینگوی از تجربه شخصیش برای اینکه روح بدن رو ترک میکنه، پرواز میکنه و بعد باز میگرده، برای داستان کوتاه مشهور برفهای کلیمانجارو استفاده کرده که حسابی حقیقت های جالب توش وجود داره. آدم خارجکی دویوم، این روایت در 1900 ثبت شده، وقتی که جراح اسکاتلندی سر الکساندر اگزستون حسبه گرفته بود، یا حسبه، ما که نفهمیدیم این چه مرضیه، و او هم تجربه زندگی پس از زندگی رو داشته و تعریف میکنه که دقیقاً چطوری روحش دقایقی از بدن خارج شده و دوباره برگشت تو روحش. آدم خارجکی سیوم، اخیراً هم نویسنده بریتانیایی سوزان بلکمور گزارشی از یک زن قبرسی دریافت کرده که در سال 1991 یک عمل جراحی اضطراری داشته، ولی خب این عمل به جاهای باریک میکشه و این خانوم به تایید پزشکان چند دقیقه نبض نداشته. نه بابا، حرفای اون درباره لحظات مرگ بسیار سر و صدا کرده که مورد تایید انجمن‌های مختلف علمی هم قرار گرفته و خانم بلکمور گزارشی مفصل از این اتفاق تهیه کرده. بله، انگار خارجکی‌ها هم به اون دنیا میرن و عین ایرانی‌ها تجربه زندگی پس از زندگی رو دارن، یعنی تجربه‌های نزدیک به مرگ. بعد این سوژه‌هایی که مثلا حالا برای شما تعریف می‌کنن، شده تا حالا مثلا یه چیزی، یه سوژه‌ای، یه چیزی تعریف کنه، بعد شما ببینید اون سند قوی نیست ولی بگی بابا خوبه، بزن بره؟ همین اون کارت قرمزه که گفتم همین بود دیگه. چرا ما سالی یه ماه برنامه داریم؟ چون کل سال رو دارین تولید میکنین، درسته؟ دنبال پژوهش. بله، مثلا میبینی یک نفر رو ما داریم 8 ماه تعقیب میکنیم اون اسنادشو، آدماشو، 8 ماه، 7 ماه، بعضا که بیشتر 2 سال
سوژه هایی داریم ما تو همین فصل 3 اومدن، ایشون مال فصل 2 بوده. از اونجا شروع کردین الان رسیدین به فصل 2، یعنی یک سال ما، یک سال رمضان قبل و یک رمضان قبل ما، یک سال قبل از اون بود، یعنی 2 سال ما دنبال این بودیم تا الان تونسته تکمیل بشه. منتقد محترم که ما الان ما رو دیگه فراموش کرد دیگه، منتقدان محترم که الان ما رو دیگه فراموش کردن، رمضان تمام شد، تا رمضان آینده ما رو اصلا زندگیشو میکنه. اره. حق هم داره. رمضان آینده شبی از شبها نشسته پای کاسه زولبیا، بشقاب زولبیا یه چیزی گوش میکنه، بعد افطار که تموم شد شروع میکنه، حالا انشالله اینجوری نمیکنه، میره میشوره میشوره و بعد میاد لپتاپ میذاره رو پاش، یه صفحه مینویسه، نقد میکنه، میذاره کنار، میره و هیچی از عقبه یه کار نمیده. این برنامه پژوهشی نبود. خب مگه قرار شما با ما کف اون خیابونا بدوی؟ مگه میای؟ مگه شما تو راهرو و آرشیوهای بیمارستان با ما میای؟ ببینیم دومیش چی بوده. موضوع مترجم شده کوتاه یهو. مترجم این؟ من از نیاز پژوهشی شروع میکنم. من دارم یه کاری انجام میدم، نیازمند برای انجام این کار نیاز پژوهشی رو شروع میکنم. این پژوهش نیاز به یک اطلاعاتی داره که از جغرافیای زبان فارسی اطلاعات اصلی و دست اولش یا کمی یا کیفی خارجه. آها. در هر جای دیگری که هست. اصلا میخواد چینی باشه، میرم کمک میگیرم، یه کسی که چینی بلده میارم کمکم. انگلیسی باشه خودم تلاش میکنم و به همین ترتیب. بنابراین نمیشه گفت موزون مترجم، من میگم همان موزون محقق. ترجمه یکی از ابزارهای برای اون هدف تحقیق. چقدر مال بریم بعدی؟ بله. عباس موزون ایرانگرد. این خود خودشه. آره. خود خود عباس موزونه. خود خودشه. بله دقیقاً. از کی شروع شد؟ از حدود 6 سالگی شروع شد تا الان چند تا شهر ادامه داره. دقیقش 24 تاست. زندگی کردین در 24 سکونت شهر؟ بله. ماشاءالله. بله از چند ماه تا چند سال. خب. دقیقش اینه و عباس عاشق شد. عاشقه؟ آره عباس عاشق شد، عاشق وجب به وجب ایران، تک تک ایرانی ها. چون همینطور که شهر را روستاها زنجیروار گذر می کرد از تو ذهنش، متوجه شد که تفاوت ها بسیار کمتره بین ایرانی ها تا تشابه ها. تشابه ها بسیار زیاده، خیلی زیاده تشابهات، نه فقط زبان، همه چیز، عادات، افکار، رسوم. بعد دیدم اصلا فراتر از اینه، رفتم از جغرافی، رفتم از پله، به قول مرحوم سهراب، رفتم از این پله، رفتم بالا، دیدم بیرونتر اصلا معماری ایرانی تا بمبعی هست، تا نجف هست، تا تاجیکستان هست، تا استانبول هست، و چه بسا دورتر، و چه بسا دورتر، فراتر از هند، فراتر از تاجیکستان. برید اصلا ایران فرهنگی، ایران فرهنگی ته نداره. بحث من سیاسی نیست، به امپراتور طلبی فکر نمی‌کنه، امپراتور طلبانه فکر نمی‌کنه. و نتیجه این ایرانگردی‌ها و این عاشقی‌ها این بود که سال، اگه اشتباه نکنم، حدود 90، 10 سال یا 11 سال پیش، توی یکی دو تا شبکه رفتم، گفتم مجموعه ای میخوام بسازم با عنوان ایران نشناسی. خب مجموعه ایران نشناسی هنوز قدرش ناشناس مونده. خب پس ما هم یاد بدین دیگه، اول بعدم صحبت کنیم. عباس موزون و محسن چاوشی تجربه گر بودن آقای چاوشی؟ بله، حالا تعریف نکردن، نیومدن تو برنامه بگن، بنا هستش که به واسطه ها گفتن، به دوستان گفتن، دوستان قرار شد که جلسه رو برقرار کنن. امیدوارم که ایشون راضی بشه و بیاد و بگه پشت این صدا یک نفسی هست. به نظر فکر میکنین که یه مدت از چند سال پیش، مثلا بگیم 10 سال پیش، آقای چاوشی اومدن طرف اشعار مذهبی و اینا،
فکر کنی نشأت داره تو این تجربه شما؟ این گمانه است، یه گمانه است که شما دارید، منم، همه ما داریم. حالا خصوصا اونایی که متوجه شدن که ایشون تجربه داشته، از اون موقع این گمانه بین مردم شکل گرفته. ولی گمانه دوری نیست. ایشون نه اینو تایید کردن که این متأثر از اون اتفاق هست، نه رد کردن. اما معمولا ما تجربه گران رو، نه همشون رو، ولی بسیاری از تجربه گران ما تحول عمیق درشون میبینیم. همه ی تجربه گران تحول رو به مثبت دارن، بعضی کمتر بعضی بیشتر. یه شماطور مخفی طور ببینیم و چی ببینیم؟ یه شماطور داریم و یه مخفی طور ببینیم با هم. دوستای گل برنامه هاشور سلام، ما امروز اومدیم اینجا تا در مورد موضوع مرگ با شما همراه باشیم. قراره با هم دیگه بدویم، ورزش کنیم، یه جایی از این ورزش کردن قلب دوستمون بگیره بخوره زمین. ببینیم مردم هنوز با هم دیگه حس و حالشون رو دارن که کمک کنن، همدل باشن، همراه باشن. اگه خدای نکرده واسه یکی اتفاقی افتاد، تلاش کنن که نجاتش بدن. مرگ واژه سه حرفی که شاید واسه ما خیلی زود باشه، خیلی دم دست باشه، حتی کنارمون وایساده باشه، اما ما ازش خبر نداشته باشیم. پس با ما همراه باشید تا ببینید چی کار قراره انجام بدیم. دبشه گلم، اینجا تیر و تخته زیاده، میخواید بزنید؟ اگه زندمون به تیر و تخته هم میزنیم، دوستتون داریم. کسی نمیتونه نفس مصنوعی بده بهش؟ ای وای، خیلی بود حاجی، هر کسی بود کمک میکردیم. فرق نمیکنه، انسان انسانه دیگه، بچه باشه، پیر باشه، بزرگ باشه، غریبه باشه، آشنا باشه، چه فرقی میکنه؟ من خودم 2 سال پیش همین اتفاق افتادم اینجا، افتاد جلوی آقا مقدم نشسته بودم، از جام بلند شدم، بلافاصله خوردم زمین، بعدم گرده همین اتفاق افتادم، افتاد رفتم، قلبم باتری شد. تو همین حساب دیگه میدونم خودی هرچی من اتفاق واسه هر کسی میاد. من خودم همسرم جلو چشمم 3 سال پیش هم چه حالتی برش پیش اومد و چون من دست و پامو گم کرده بودن، دیگرانم وارد نبودن، خانم بودن، فوت کرد دیگه. من الان خودم حدود 50 روز جوان 33 سالم از دست دادم. خدا رحمتشون کنه. و خیلی سخته، یعنی آدم ببینه کاری رو که بتونه انجام بده ولی ازش بر نیاد. آقا دوستای گلمون، به افتخار هر سه تا حاج آقا یه دست میزنیم براشون. حاج آقا من یه بغل شما، خیلی لطف کردید. فدای شما بشم. حاج آقا بازم ما رو ببخش، فداتون بشم. خیلی لطف کردید. برنامه رو داخل و خارج خیلی ها دنبال اینن که یه ایرادی به اصل محتوا بگیرن. خب امسال گشتن و گشتن یه چیزی پیدا کردن، گفتن آقا 2 تا حرفو بیاریم، یکی بگیم توهمه، یکی بگیم که پول دادن به اینا، به اینا پول دادن، گفتن تو بیا اینو بگو. بعد معلوم نیست که این آدمی که 23 سال پیش این مسئله رو در مشهد برای 23 هزار نفر اگه نگفته، لاغر واسه 23 نفر گفته. آره 23 سال پیش که منو نمیشناخت چرا داشت اینو واسه برنامه ما از اون موقع دورخیز کرد و دروغ کرد و تا الان داره دروغ. 23 سال پیش که پول نگرفته بود، نبود اصلا. موقعی که برنامه نبود منو نمیشناختم. این همه آدم 8 سال پیش، 15 سال، 41 سال پیش، 63 سال پیش، آقای ظریف در مشهد 63 سال پیش. بعد مگه یه نفر و دو نفره؟ یه محله است. بریم شما تو رو هم ببینیم و تا حالا به مرگ فکر نکردی؟ ترسی هم نداره. بله بارها. مرگ یه چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم، نه تو روز، حتی شب موقع خوابیدن وقتی یه سرم میزنم رو بالش فکر میکنم که شاید صبح از خواب پا نشم. بله. چه تأثیری تو روند زندگیتون گذاشت؟ باعث میشه زندگیمون هدفمند باشه. موقعی که به مرگ فکر میکنی در واقع همه چی بی‌معنی تر میشه. اون لحظه‌ای که میگن اسرائیل میاد بالا سر آدم دیگه خف رو گرفته میخواد ببره، اون لحظه فکر میکنی آدم ها دقیقاً به چی فکر میکنن؟ پول، ماشین، ثروتشون، دارایی‌هاشون، اون فرصتهایی که از دست دادن، اون فرصتهایی که فکر میکنن داشتن میتونستن ازش بهتر استفاده کنن و نکردن. تا حالا شده به مراسم‌های دور از جونت بعد فوتت هم فکر کنی؟ نوشابه زرد باشه، مشکی باشه، تاثیر رو قضا مول باشه، مشکی باشه بهتره. فکر می‌کنم بیشترین عامل
همین اعمالیه که ما تو این دنیا داریم، کارهایی که خوب باشه یا بد باشه نتیجهش رو میبینیم. یا حالا نوشابه زردم کرد فوشتاد خودش میبینه، اونا بی تأثیره. من فکر میکنم آرامشی باشه برای اون چیزی که ما تصور میکنیم. وقتی داری میفهمین و میپذیری که یه روز میری، سعی میکنی یه سری چیزها رو زیر پا نذاری. دکتر خیلی کوتاه و یک کلمه، خودتون تجربه نزدیک به مرگ داشتین؟ من بی تجربه نداشتین. بریم اون طرف خونه؟ بفرمایید. برامون سردبیری کنین. بفرمایید. 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 خب آقای موزون مجری دکتر محقق ماشاءالله همه فن حریف، اختیار دارید. الان می‌خوایم برامون تیتر بزنین توی روزنامه. شما سردبیر روزنامه این، چند تا کاغذ هم هست که تقویم رو براتون مشخص میکنه، بخونین و تیتر بزنین. اینجا گفته شده که سردبیر روزنامه هستین، 30 خرداد 1401، جواب به منتقدان زندگی پس از زندگی. یه تیتر باید اینجا بزنم. آره یه تیتر. من آره تیتر میزنم. جوابهای کوبنده. این در جواب به منتقدان زندگی پس از زندگی. بخونین برامون. هر جلسه نقدی بعد از تماشای برنامه عبدالمالکی، منظورم ایمان عبدالمالکی فصل 3 هست، منتقدی که این برنامه رو ندیده بخواد وارد جلسه نقد بشه، اون جلسه ناقص و کمایه خواهد بود. اونو باید ببینه. اینو باید ببینه. باید این برنامه رو ببینه، بعد بیاد حالا شروع کنیم به گفتگو، ببینیم اشکالشون کجاست. آقا نقدا به برنامه زندگی پس از زندگی تقریبا از قسمتی شروع شد که تجربه گر امام حسین رو دیده بودن و بعد از اون دیگه طوفان انتقادها شروع شد. اونی که میاد میگه چطور ممکنه سه تا امام دیده شد یا اصلا امام دیده باشه؟ خب ما فصل 2 هم داشتیم، ما فصل 1 هم داشتیم، فصل 1 4 امامی داشتیم. اینه که اصلا اصولی نبود، اصلا اصولی نبود. آره اصلا اصولی نبود و اصالت نداشت این نقد، و الا روح چنگیز هم وجود داره، روح هیتلر هم وجود داره، روح امام هم وجود داره، روح یزید هم وجود داره. شما چه انتظاری داری؟ انتظار داری بگی آقا این افراد روحشون ناموجوده، هیچ کس حق نداره این ارواح رو ببینه، هر کیم ببینه توهمه یا خوابه؟ همون شمایی که میگی بقیه برنامه تو من قبول دارم، به این یکی شک دارم، اونا باید به این تعجب بنده پاسخ بدن. لااقل اونایی که میگید همه برنامه رو قبول دارم، چطور به این یکی میرسی؟ میشه سفارشی؟ تقویم بعدی و تاریخ بعدی و تیتر بعدی. سردبیر روزنامه هستین، 30 خرداد اینو گفتیم، سردبیر روزنامه هستید رمضان 1402، بله یعنی برای فصل بعد، بله برای سری جدید برنامه زندگی پس از زندگی، برای تغییراتی که در برنامه ایجاد شده تیتر بزنید. انشالله برای فصل 4 زندگی پس از زندگی کولاک در راه است. بله در و پیکره رو محکم ببندید، باد نبره، باد نبره، خونه از جا کنده نشه، باد زندگی پس از زندگی نیاد تو زندگیتون. بله انشالله که بیاد. انشالله بیاد. آره این نسیمیه، نسیم اگر کسی واقعا پنجره رو باز کنه اجازه بده این نسیم وارد شه به فکرش بخوره، خونه نورانی میشه، روشن میشه، پاکیزه میشه انشالله. منجی شبکه 4 سیما. منجی؟ فکر کنم میگی مجری. نه نه خیلی موفقیت بزرگی بود که یک شبکه‌ای که همه فکر کردن کسی نمیبینه شما کاری کردین پربیننده ترین برنامه باشد. خدا کار خدا بود. خدا رو شکر. خدا رو شکر. به میز مذاکره خوش اومدین آقای دکتر. گزینه‌هاتون زیاد رومیز. آره گزینه رومیز داریم. تازه زندگی مردم هم به مذاکرات گره نمیزنیم خدا رو شکر. شیشه هایی که هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنیم. من غلط بکنم یه ایرانی رو تهدید بکنم. این کاغذ ها رو هر کم که دوست دارید میخواین از کادو شروع کنین، جعبه رو باز کنین و یه هدیه داخلش هست برای شما. اما فکر کردم مطالعاتیه، فکر کردم کتابه. نه نه بفرمایین. من دکتر عباس موزون عزیز در دستان شما. باز کنین. باز کنه؟ بله. اصل تربت کربلا هست.
اصل اصل مال منه؟ تقدیم به شما. دست شما درد نکنه. دو تا هم هست نه؟ بله دو تا واسه خودم همسرم. دست شما درد نکنه. خب امام حسین کجای زندگی شماست؟ من اول راجع به این دو تا بگم. بفرمایید. تربت، تربت را تربت گفتند چون تو را به توان آسمان تکثیر میکنند. تربت تربت است چون تو را به توان آسمان تکثیر میکنند. تکثیر میکنند. و این برای تربت تربت است چون تو را بت شکستن میآموزند. تو را بت شکستن. امام حسین داریم علیه السلام. چرا از امام حسین؟ کسی که بنده رو میشناخت و صدا کرد گفت که اون پروژه‌ای که داشتی انجام میدادی چی شد؟ اون افرادی که تجربه مرگ موقت داشتن حالا به تعبیر ایشون گفتم که اون تقریبا میدونست چند سالی دارم کار میکنم. گفتم تقریبا تموم شده. چطور؟ گفتش که من الان تازگی اومدم شبکه 4 مدیر گروه شدم اینجا. میخوای رایزنی کنم؟ حاضری؟ دوست دارید شب با شبکه 4 رایزنی بشه و اینها؟ و قضیه رو جلو بردیم و ایشون بنده رو از هندوستان میشناخت. یعنی به علت هندوستان منو شناخته بود. از مستندتون؟ از مستند هندوستان که برای امام حسین علیه السلام ساخته شده بود. من وقتی خواستم اون مستند هند رو برم کار کنم، شرایط کاری و شغلی و اقتصادی من طوری بود که رفتن به علالی ظاهرش ریسک بود. با خانم مذاکره کردم بریم و نه و اینها. سواش سنگین کردیم، استخاره زدم. استخاره بسیار خوب اومد، برو. و رفتیم و وقتی اومدیم اون مستند درخشید. ایشون بنده رو با اون مستند شناخت و بعد واسطه شد که رفتیم شبکه 4 رو. یعنی امتداد کار برای امام حسین بود که شد زندگی پس از زندگی. خیلی عمالی. آقای دکتر روی وانت گزینه بعدی ما هست. روی وانت آبی این. بله بله بخونین برامون و پاسخش. خب ماشین دوست دارید با کدوم یک از این ماشین ها سفر کنید؟ کدومش؟ اگر با این ماشین بخواید تنها یک سفر خانوادگی داشته باشید به کجا سفر میکنید؟ من با این ماشین دوست دارم سفر کنم ولی راجع به این حرفی دارم. راجع به این حرف بزنم با اون سفر کنم. دوست دارین با وانته سفر کنین؟ الان میخواین در مورد تاکسی صحبت کنین؟ تاکسی صحبت کنین. چی کار کنین؟ تاکسی رو میگیرین تو دستتون؟ تاکسی رو میگیرین. خب بگین در موردش. این تاکسی، تاکسی هستش که رنگ تاکسی های اهوازه. خب بخش مفصلی از مفصل و عزیزی از دوران کودکی من در اهواز گذشت و من این تاکسی رو که میبینم یاد رانند سکه های بسیار داغی رو که روی این قسمت جلو سکه ها رو میذاشتن و آفتاب میخورد و من نمیتونستم اون سکه ها دست بزنم گاهی و نگران بودم گاهی که وقتی میخوام پیاده بشم الان بقیه پولمو میخواد بده از همین سکه ها باید بده دستم و همیشه دستم میسوخت و راننده ها تو اون فضا کار میکردن. این راننده ها رو همیشه دوست داشتم که بسیار شغل سختی دارن و چه جایی چه کار سختی. این منو یاد اون خاطرات میندازه و امتدادش تا امروز. و آقای دکتر چند سالتون بود در اهواز بودی؟ من تا 12 سالگی 2 سال رو ممتد اهواز بودم. یک دوره 2 سال ممتد، یک دوره هم تا حدود 6 سالگی در طول سال آمده شد داشتیم. چون مادر بنده متولد از دزفولی هایی هستند که اهواز متولد و بزرگ شدن، ولی پدر من دزفولی که دزفول بزرگ و متولد شد. برای همین خطه خوزستان براتون خیلی عزیزه. بله و شهرهای دیگه از خوزستان رو زندگی کردم. شوشتر سکونت و زندگی، گتوند سکونت و زندگی. و این رو
دوست دارم با این سفر کنم با خانواده، ولی من راننده نباشم. و کجا بریم اول بگم، بعد بگم چرا. رو مرز ایران، یعنی کل خلیج فارس رو بریم، بعد بچرخیم ته سیستان، بندر گوات رو بچرخیم، عمودی بریم بالا تا سرخس، بعد بچرخیم شمال، بیایم بریم آرارات، بچرخیم بیایم خرمشهر، اونجا ماشین رو تحویل بدیم. یعنی از خرمشهر چهار کنج ایران. دوست دارم رو مرز ایران یه بار با این. حالا چرا این ماشین؟ چون وانته و من این عقب واستم سر پا، دستام بگیرم به این میلاد، نرم تو اینجا هوا بخورم و کل مرز رو ببینین. کل مرز، هوای کنار خلیج فارس رو، هوای سیستان، هوای خراسان، گیلان، مازندران، آذربایجان، کردستان، لرستان، خوزستان و بوشهر. حالا کاشان وسطه، ولی یه سرم کاشون بیاین دیگه، کاشون که یه قرار بذاریم بنده و شما. بگم پسرم مهزیارم بیا تلسکوپشو برداره بریم قلب کبیر ستاره بازی. خیلی وقته، آره خیلی وقته بهش قول دادم که یه ستاره بازی کبیر کاشون بهش بده کنم. انشالله قطعا میزون رو چشم. بعدی دوربین عکاسی هست. آه دوربین، همون درست بود. کاغذشو بخونید، دوربینش هم. آره کاغذش همینه، ببینیم چی نوشته. من چشمامو بردارم. دوربین، اگر با این دوربین میتونستید از تمام روایت هایی که شنیدید یک صحنه رو ثبت کنید، انتخاب شما چی هست؟ روایت هایی که شنیدید. بخواهم از شما با این دوربین، متشکرم. ثبتش کنین دیگه. دوست داشتم همون صحنه ای رو ثبت کنم که خانم موحدی جلوی دوربین پیش از تولد خودشون دیدن که قرار گرفتن و دایشون داره کار انجام میده. دوست داشتم از زاویه دیگه، یک عکس از اون صحنه مونده، من از زاویه دیگه ای دوست داشتم که اون صحنه رو عکس بگیرم که خودشون بیفتن تو عکس. بله. یه بار بگم که جا بیفته، شما یه تجربه گر داشتین قبل از اینکه به دنیا بیان، زندگی کرده بودن یه واقعی رو و عکسی ثبت شده بود. شما دوست داشتین، چون تو عکس نبودن و ما الان نمیدیدیم، دوست داشتین از زاویه‌ای بگیرین که اون خانم هم تو اون عکس بیفته، یا اینکه از او اس یا پشت شانه، از پشت سر عکاس دایی در حالی که داره عکس میگیره اونو بگیرم. و یکی دیگه اینکه اون جایی که ایشون اونجا قرار گرفته بوده رو من از نزدیکتر بگیرم، ببینیم چیزی مشاهده میشه. خیلی خوب، بریم گزینه بعدی. کتابی که جلدتون هست و بانه. کاغذی که روش قرار داره، چی نوشته رو کاغذ؟ کتاب، اسم کتاب زندگی عباس موزون. اینو بنویسم اینجا؟ آره، حالا یا کتاب خودتون نگارش کردین یا نویسنده این نوشته، شما عنوانش رو میخواین انتخاب کنین. آها خب، عنوان کتاب رو اگه بنویسم که میشه کتاب انگلیسی؟ لاتینه دیگه، انگلیسی. خیلی خب من اینو می نویسم. تمام؟ ببینم اجازه بدیم. طراحی هم کردیم دیگه رسماً. ممنونم. کودک تنها، روایت او که همه را دوست داشت. شما همه را دوست دارین؟ بله. آقا تا حالا باشی به مشکل نخوردین؟ اصلا شما خیلی آرومین، یعنی مثلا بقیه شر و شور دارن شما اذیت نمیشین؟ من میدونم که موقع تولد، موقعی که یک روزه هستن، همه قرار خوب باشن و دلم برای اینایی که از دست میرن میسوزه. اونایی که خوبن، که یعنی از دست نرفتن، که خب خوبه، خوشحالم براشون. خب اونی که متوسطه دوستش دارم و دوست دارم مثل همون دسته اول بشه. اونی که مشکل دار شده دلم براش میسوزه و نگرانشم و غصهشو میخورم و دوستش دارم و دوست دارم مثل دسته اول بشه. خیلی خب، من این رو بخونم. بلنگو خدمت شما، شما آماده کنین برای وعظ. پلی سقوط کرده و یه جوان با فاصله زیر ستونی گیر کرده و چون امکان کمک بهش نیست بسیار بیقراره و میگه که از مرگ میترسه. با این بلنگو کلماتی به ایشون بگین که آروم بشه. فقط کوتاه بگین که اگه فرصت کنیم بکشیمش بیرون. میدی نه؟ آره آره. حله. نه ترس جوان،
مرگی در کار نیست، هیچکی هم تاله نمارده تا نمیری هستی. ترسیده ها؟ ترس چی؟ نه ترس جوان، مرگی در کار نیست، کسی تا حالا نمارده تا هم نمیمیری هستی. خیلی هم عالی آقا، خیلی خوبه اینجوری به مرگ نگاه میکنین و اصلا آدم دوست داره بمیره اینجوری. بریم گزینه زیر میز، صندوقچه اسرار داریم ما. این صندوقچه اسرار رو من تقدیم میکنم به شما، خودتون بخونین و پاسخ بدین به ما. این خدمت شما. یه لحظه اینو بخونم؟ نه 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 حله، من یه لحظه اینا رو من خواستم ببینم فقط همیناست دیگه. این خدمت شما. بله. این هم آقا واقعا داخلش هست، بخونین گزینه شو. این همون آب حیاته که میگن هر کی بخوره زندگی جاودانه پیدا میکنه. به یه نفر میتونین بدینش، اگه دو نفرش کنی جواب میدن. آقا دو نفر کی و چرا؟ آبم داخلشه واقعا. واقعا هست؟ آره دیگه آب داخلشه. خدا خیرتون بده، متشکرم. دو نفر کی؟ دو نفر میدم به پدر و مادرم. خب بعد که تقسیم کردن تو لیوانشون، خواهش میکنم یه دو لیوان دیگه هم دیدم نزن و بچم. چقدر رندانه. آقا این نکته رو گفتین، شما همیشه از تجربه گرا میپرسین که تجربه‌ای که داشتین چه تأثیری تو زندگیتون داشته. مواجهه شما با تجربه گرا چه تأثیری تو زندگیتون داشته؟ این اونو اثر گذاشتن؟ واقعی تر شدم. واقعی تر شدین؟ واقعی تر. دنیا برای من واقعی تر شده. اتفاقات هم برای من اتفاقات واقعی تر شده. صداها، جملات، صحبتها. همین امروز ظهر داشتم با یکی صحبت میکردم و ایشون داشت طولانی صحبت میکرد، من داشتم گوش میکردم. موقعی که داشتم گوش میکردم، مثلا که با شما صحبت میکنیم، من داشتم به پس این چهره و وجود داشتم فکر میکردم، یعنی به اون کسی که درون اوست داشتم فکر میکردم، نه به چهرهش. داشتم فکر میکردم اون آدمی که اون توه الان تو چه وضعیته که داره اینا رو میگه. متوجه شد. آقا یه لحظه زنگ در خونه رو زن، من اومدم ببخشید. زنده باشین. بمونین، اومدم. شاید درباره انسان ها بعد از مرگ زیاده که چند تاشون رو براتون میگم. شایعه شماره 4، ظاهرا موها و ناخن ها پس از مرگ به رشد خود ادامه میدن. این شایعه کاملا غلطه و کلا بعد از مرگ انسان هیچ عضوی آقا هیچ، یعنی ها یا اصلا هیچ سلولی از بدن انسان امکان رشد نداره. مگه الکیه بابا؟ رشد انسان به نوعی وابسته به روح اونه بابا، روح. شایعه شماره 3، شنیدن صدای ناله بعد از مرگ انسان. خب این از اون شایعات حسابی ترسناکه که تقریبا خیلی هم متداوله. در واقع بدن بعد از مرگ نمیتونه صدایی تولید کنه و این صدایی که ممکنه از یه فرد متوفا به گوش برسه، در واقع به خاطر خالی شدن ریه اون فرد. بابا یعنی که تو دهن یارو داره باد در میاد، این اصلا ربطی به سر صدا نداره که داره خالی میکنه خودشو. الکی این شایعاتو باور نکنید. شایعه شماره 2، حفظ جسد برای ادامه زندگی پس از مرگ. دلیل اینکه چرا مصریان باستان مومیایی میکردن تقریبا واضح و صریح بود. اونا معتقد بودن که مرگ باعث زندگی پس از مرگ میشه، جایی که فرد در اونجا زندگی ابدی و جاودان داره. اما برای اینکه زندگی پس از مرگ اتفاق میفته، باید بدن مرده رو حفظ میکردن. شایعه شماره 1، مرده ها در بین خانواده خوشحال ترن. رسم عجیب یه قبیله اندونزیایی در زندگی با مردگان مومیایی شده خودشون به سوژه رسانه ها تبدیل شده. بنا به باور مردمان قبیله توراجا، ارواح درگذشتگان در خونه باقی میموندن و از مرده با غذا، لباس، آب و سیگار پذیرایی میشه. الان هم هست این شایعه که ارواح در خونه باقی میمونن هم اصلا باور نکنین. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. بفرمایید. آقا سلام عرض می‌کنم. احوال شما خوب هستین؟ سلامتین. خیلی خوش اومدین. خیلی مقدم. بفرمایید این صندلی آن شما. خدمت از ماست. خیلی خوش اومدین. ببخشید. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنین غیر از اونی که نباید بگین. احمد الهی هستم. آقای احمد الهی. الهی. بله.
احمد آقای الهی 1341 هم شناسم. ماشاءالله آقا اصلا بهتون نمیخوره. 6441. خیلی هم عالی. آقای دکتر حدس بزنین شغل و کار احمد آقا رو. 20 سالی. 20 سال. بریم. کار شما تولید یک محصول یا خدماتی؟ خدمات. خدماتی که ارائه میکنید شما میرید خدمت اون کسی که خدمات رو میگیره، این حالت یک. دو، کسی خدمات گیرنده میاد خدمت شما. سه، نه شما میرید نه ایشون میاد، از راه دور خدمات رو ارائه میکنید. نه خدمات رو ارائه چه میکنید؟ از راه دور؟ بله. آها، پس شما به خدمات گیرنده همدیگر رو نمیبینید؟ نه. دوتا. سوم این که این خدمات از راه دور ارسال و پست، چیزی رو ارسال و پست میکنید؟ همون احسال میشه. بله؟ احسال میشه. چیزی که ارسال میکنید صنعتیه یا طبیعیه؟ طبیعی. طبیعیه. این چیزی که طبیعیه از گیاه ساخته شده یا حالت یک از گیاه، حالت دو گوشت و لبنیات این چیزاست، حالت سه ترکیبی از این هست؟ از گوشت میشه. از گوشت و این هست. شما رستوران دارید؟ خیلی. پیتزا؟ خیلی. دکتر یه راهنمایی بکنم؟ بله. یه کوچولو دور شدین. تمام چیزهایی که گفتین به کار ایشون مربوط میشه، یعنی به محصول ایشون مربوط میشه. آها، یعنی محصولتون هم لبنیات هست، هم گیاه هست، هم گوشت. نه، همه اینا میتونه تو اون محصول جمع بشه. جمع. تو همه تو محصولی که گفتید تو یه محصول جمع بشه. برای تولید این محصول کارگاه دارید؟ حالت یک کارگاه، حالت دو کارخونه، ببخشید، حالت یک کارخونه، دو کارگاه، سه نه دستی و خودتون انجامش میدید؟ هیچ کدوم؟ نه کارخونه، نه کارگاه، نه دستی؟ دستی، فقط کار دستی انجام میشه، کار کارگاهی اینو نیست. دستیه دیگه. دستیه دیگه، سومیه. ارسال رو، ارسال محصول رو ماشین میبره، موتور میبره، دوچرخه یا پیاده؟ ماشین. ماشین میبره. تعداد افرادی که میبره. میبره. ماشین نمیبره. ماشین میاره پیش شما. میاره پیش شما. میاره پیش شما. یه خودت محصول میره. بله. دوغاب خیلی تو کارشون اثر داره. با سیمان. طبیعیه، گفتن طبیعیه. خب دیگه با دست اونو درست میکنه. گوشت گوشت داره. آره گوشت. گوشت هم داره. سیمان و گوشت با هم قاطی میکنن. سیمان مسته اینا انجام میشه تو کارم. سیمان و گوشت رو یه ابزار بگیم. ایراد نداره دیگه، یه ابزار بگیم. ابزاری من با بگم کلاهی که استفاده میکنید که مثل بناها و ایناست، ولی خب اون نیست. نیست. چون گوشت و سبزی و اینا بنا و اینا کاری نداره. بیل دارین؟ بله. کلنگ دارین؟ کلنگ داریم، بیل داریم، کلنگ داریم. آها. مثلا این محصولو میگیره، میذارن یه جا، خود محصول میره یه جا دیگه. محصول پا داره میره. پا نداره. خود محصول میره. محصول پا داره، آره دیگه پا داره. آها، خیلی خوب. شترمرغ پرورش میدین؟ نه. بوقلمون؟ نه. تو کار پرورش من با بیل و کلنگ و ماسه و آجر و اینا ما سر کار. تو بحث آها. شما خوبین؟ قربان. سلامتین؟ مرسی. زنده باشین. قبر کنی؟ آفرین. دیدین هم گوش داره هم گیاه نداره دیگه. گیاه هم شاید بخوره. گیاه هم میخوره. حتی گیاه هم میخورن دیگه. میوه میخوریم این همه گیاه میخوریم. گیاه چی میشه؟ گیاه کجای کار قبر کنیه؟ قبر کنی که مثلا میت چیز میشه اینا اون بالا سر خاک اینا شما تو محصول گفتین دیگه مجبور شدن بگن بله. ها یعنی دارن قبرو که میسن به ریشه درخت اونم میکنیم رد میشیم. آها آره خیلی پرت شدن، ولی خب به 15 نرسیده گفتیم دیگه. ولی خیلی خوب، خیلی عالی. این خدمت شما آقای دکتر. کلا دیگه برداشتم دیگه. کلا رو بردار. هستیم گفتم بنایی و کلاه بنایی نزدیک بود. من اومدم بگم لحد داره، دیدم خیلی لحد دیگه، خیلی چیزه. قبر داره توشون. سوالاتی میپرسیم، گوشی رو میذاریم برای اینکه اگر سوالها شبیه به هم در اومد اتفاقی شبیه شده باشه. شما اول گوشی رو بذارین لطفا، من با آقای دکتر شروع کنم. خیلی ممنونم ازتون. دکتر شما بردارین. گوشی رو از پایین که میذاری محکم‌تر میگیره. الان خوبه. آره. فکر کنین که سخت‌ترین بخش کاریشون چیه؟ جایی باشه، شاید جایی باشه که میخوان فرد مرحوم رو وارد مزار کنن به خاطر
تأثیرات عزادارها منظورتونه؟ آره، از دستشون نیفته، آسیبی نخوره، چون خیلی فضا به هم میریزه. لحچیده. بله. چرا سخته؟ سنگینی بلوک سنگینه دیگه. بله، سنگینی بلوک. بله. کیهون نیفته و. بله. فکر میکنین که آقای دکتر آرزو داشتن چیکاره بشن؟ هم بتن شغل در آقای دکتر خودش. الان شغل فکر کنم آرزوشون همین بوده. خوبه، بله. خب تا یه سنی هی عوض میشه دیگه، خلبان، پزشک، دکتر. یکی از چیزایی که خوب یادم مونده، دوست داشتم جادوگر بشم. میگفتن چرا؟ میگفتن چون اگه جادوگر بشی همه کارهایی که همه شغلای دیگه داره میتونی واسه خودت ایجاد کنی دیگه، مهم نیست. فکر کردم جادوگری شغله و بعد الان به نظرتون کارتون یه کوچولو شبیه جادوگری نیست؟ چیزهایی رو میگین که بقیه نمیگن؟ شاید وجه مشترکش فرامادی بودن اون موضوعیه که بهش پرداخته میشه. فکر کنین که احمد آباد آرزوی بچگیشون چی بوده برای کار؟ دوست داشتن چی کاره بشن؟ دوست داشتن کارشون تولیدی باشه، تو فضای چیزی مثلا گیاهی، مثلا گوسفندی یا کشاورزی یا دام پرداخته چون چیزی درآمد خوبی داشته باشه که نه قسمت هم نشد. از چه طریقی؟ از چه کار کنین که درآمد خوب داشته باشید؟ از ملک، از املاک. آها، املاک. بله. خوبه. خیلی ممنون از شما که تشریف آوردین. خیلی ممنونم. لطف کردین. کار داریم. خب آقای عباس موزون که تجربه گر می‌گرفتین همه عمر، دیدین که چگونه یهو گیر ما افتاده این. خیلی خوب. مرور می‌خوایم بکنیم در این لحظه تمام دوران زندگیتون رو با ترین های زندگیتون. موافقین؟ بله. ترین ها. من خورده اوزار مخوف کنم. آه، سطل آب هم هست بپاشید. نه آبا، اونجوری اونا مال گوانتانامو، مال ما نیست. سیلیو. عجیب ترین روایتی که از یک تجربه گر شنیدین؟ تجربه گری هست که نیومده. حدود 5 ساله دیگه نیومده. و فردی بود که خطاهای زیادی داشت. تونلی که او داشت عبور میکرد، دیواره های تونل از گناهان او تشکیل شده بود و اونا همه موجودات مخوفی بودن که میخواستم او رو بگیرن. نیومد تو برنامه؟ نیومده، نمیاد تو برنامه. چرا؟ میترسه که؟ سابقه خیلی تیره ای داره، نمیخواد به خاطر خانوادش نمیخواد اون سابقه گفته بشه. بزرگترین شکست شما در زندگی؟ اعتماد به چند خائن در حیطه کاریتون دیگه. چی شد؟ عمل رشا رو بردن؟ جاهای مختلف در حیطه کاری بوده، در حیطه زندگی شخصی بوده، شاید در مثلا خاندان بوده، دانشگاه کم بوده، خیلی کم بوده، افراد خائن خیلی کم بودن، ولی خائن یکیش هم خیلی زیاده. شده به شما به کسی مثلا شما رو دست کم بگیره تا الان تو مسیر زندگیتون، بعد یهو الان که الان دیگه موفق هستین بگین بیا دیدی شد؟ چند سال پیش یکی از شبکه‌های همین سازمان دعوت کردن برای تست مجریگری و یک آقا و یک خانم کم سن، شاید از 20 سال از من کوچیک‌تر، اونا بنا بود از بنده تست بگیرن. وقتی تست یه متن رو گفتن بخون، وقتی خوندم و پا شدم که خارج بشم، اون دختر کم سن، دختر خانم کم سن، زحمت کشیده بودن، تست گرفته بودن، در حالی که من داشتم از در خارج می‌شدم، پشت سر من ادا در آورد و خندید. جمله‌ای که من گفته بودم رو لحن من رو تمسخر کرد و هر دو پشت سر من خندیدم و من شنیدم. این یه مورده. اما همون شبکه الان چند باری دعوت شده خدمتشون رفتم، از دم در میگن آقا عکس بندازیم باهات، آقا خوش اومدی، و خیلی لطف دارن. خدا رو شکر. مثل این تا دلتون بخواد. عزت و ذلت دست خداست. دست خداست. بزرگترین اتفاق زندگی شما؟ ازدواجم با همسرم، عزیز دلم. یه کاری کردین که امشب راحت برگردین خونه. تاج سرم و تاج دلم. بزرگترین سرمایه زندگی شما؟ اعتماد به خدا. خدا کجای زندگی شماست؟ کجا نیست؟ چه پاسخ کوبنده و محکم خورد تو صورت هم اصلا. تلخ‌ترین اتفاق قرن اخیر؟
حمله هزاران نفر به نوزادها، کودکان و زنان از همه ادیان و اقوام و دریدن زنها و کودکان در تمام کشورهای منطقه. عجیبترین شایعه‌ای که در مورد خودتون شنیدین؟ این که به تجربه گرا پول میدن بیان صحبت کنن. خیلی خوب. کشوی جلوتون رو باز کنین. بزنین باز بشه از زیرم. مرغ توش نباشه. چی؟ مرغ. نه نه آقا، از اون حرکت ها. همیشه میترسن یکی انتقام رو بگیره بالاخره. ولی زمین گرده آقا. بهترم هست که انتقام بگیرن تا اون دنیا نرفتیم. اوه نه، این از اینو بدیم به من، اینو بدش کن، این چی؟ آها خب همینه؟ خودکاره اینه؟ و کاغذش و این؟ این هم هست؟ کاغذش؟ این یه کاغذ؟ بله بله. آها پشت این کاغذ سفید یه وصیت‌نامه یه خطی برامون بنویسیم. اصلاً چرا اینجا جا مونده یهو؟ مال اموال زیاد دارین؟ خیلی طول کشید. ندارم. بخونین برامون. من کتاب دارم فقط. خیلی اموال مهمی. کتاب. به نام خداوند حی و باقی. بازماندگانم حق الله و حق الناسی را اگر برگردنم هست آنگونه که تا کنون نوشته و به کنجی نهاده ام ادا کنند و همگی حلالم کنید. و اما بعد عزیزان، سرانجام متولد شدم در خانه اصلی تر و بزرگتر. شما هم هول نزنید و هول ندهید دیگران را. همه چیز اینجاست که آمدم، آنجا خبری نیست. قدری با هم مهربانتر و همراهتر باشید تا شما هم متولد شوید. بعد از سالها که از این دنیا رفتین، دوست دارین که لحظه مرگ چجوری دنیا رو ترک کنین؟ در حالی که میدونم که حقی برگردنم نمونده و اونجی که از دستم برمی اومده برای خود و دیگران اونگونه که خدا بخواهد انجام دادم، به علاوه این تنها دلبستگی که در دنیا و دغدغه‌ای که در دنیا و نگرانی که برای دنیا دارم این هست که همسرم و فرزندانم دیگه نیازی به حضور من نداشته باشن و ضمناً بعد از رفتن من ذره‌ای غم و غصه نخورن، با درایت کامل بپذیرن. تجربه گراتون زیاد از ائمه میگن. شما دوست دارین که به محض اینکه عباس موزون از اون بالا شروع کرد به جدا شدن، اولین امامی که میبینه کدوم امام باشه؟ دوست دارم به شکلی نوری ببینم که اون نور کلهم باشه. دلم نمیاد از این گلستون یکیشو بچینم بقیه گلان، نمیتونم. کلهم نورون اجمعین، یک نور واحدم هست. کلهم نور اجمعین واحدم هست. این نور واحد دوست دارم ببینم که جلوه همه اونا هستش. تقدیم به شما. متشکرم. سلامت باشین. حواست باشه برگشتی این عباس موزون اطلاعات اینجا رو از زیر زبونت نکشه. اون کیه؟ یه فرد متوفا. متوفا دارم اونجا بش... دارن بهش میگن. آره. وقتی برگشتی آره. بشناس این عکسو، نرو اصلا پیشش. جالبه این، مثل اینه که میگن آقا من چهرهشو نمیتونستم بهم چهره نداشونم. خیلی چهره نداره، ابرو نداره، چشم نداره، ظاهرا نقاش حواسش بوده، برنامه رو دیده. بله دقیقا برنامه شما رو کیه که ندیده باشه آقا. باعث افتخاره. زنده باشین، سلامت باشین. ممنون که تشریف آوردین. ممنون از خدا که فرصت رو آفرید و شما رو. چقدر جالب. و ممنونم که لحظات خوبی رو برای ملت رقم زدین و زنده باشین. شادروانشون کردین، هم دل رو شاد کردین هم روح و روان.